سرخط خبرها بایدن قانون مهم را امضا کرد. عربستان درخواست توافق طولانی مدت با ایران را دارد. و آمریکا باز هم اقدام به تحریم کرد. سلام بر شما همراهان گرامی و ارجمند با اتاق خبر در خدمت شما هستیم. بایدن قانون مهم را امضا کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه کنترل افزایش قابل توجیه جرائم ناشی از تنفر علیه آمریکایی‌های آسیا تبار و اتباع جزایر پسیفیک آن را به قانون تبدیل کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بایدن در مراسم امضای این لایحه در روز پنجشنبه از دموکراتها و جمهوری به دلیل تصویب این لایحه و ارسال آن به کاخ سفید برای امضای نهایی با هدف مقابله با جرایم ناشی از تنفر و نجات پرستی قدردانی کرد ده ها نفر از اعضای کنگره آمریکا در این مراسم حاضر بودند و یکی از پرتعدادترین جلسات بازدید کننده با بایدن در کاخ سفید در طول همهگیری کرونا بوده است مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را هفته ی گذشته با 364 رأی موافق در برابر 62 رأی مخالف تصویب کرد پیش از آن سنا با 94 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف در آوریل این طرح را تصویب کرده بود این قانون جدید از وزارت دادگستری می خواهد بررسی جرائم ناشی از تنفر را با انتصاب یک مسئول ویژه به سرعت انجام دهد. از نیروهای فدرال نیز برای کمک به نیروهای پلیس محلی برای تقویت تحقیقات، شناسایی و گزارشدهی حوادث ناشی از نفرت درخواست استفاده خواهد شد. البته برخی از کنشگران از اتکای این قانون به نیروهای پلیس انتقاد دارند. بایدن و کامالا هریس معاون او که خود سیاه و هندی تبار است گزارش‌ها درباره حمله با چاقو، تیراندازی و دیگر حملات علیه جامعه آمریکایی های آسیا تبار و شهروندان جزایر پسیفیک و فعالیت های تجاری آنها را از زمان آغاز همهگیری بررسی کردند. به گفته هریس چون این حوادثی در طول این مدت شش برابر افزایش یافته است وی افزود هرچند این قانون جدید آمریکا را با به توقف جرائم ناشی از نفرت نزدیک تر می کند، اما تلاش برای رفع بیعدالتی باید همچنان ادامه داشته باشد. شبکه خبری NBC نیوز چندی پیش در گزارشی از افزایش دو برابری جرائم ناشی از نفرت علیه امریکایی های چینی و آسیایی تبار تنها در ماه مارس سال جاری خبر داد و نوشت با رفع محدودیت های و افزایش تعامل این آمار رشد بیشتری هم خواهد داشت. برخی گروه های مدنی بر این باورند که لفاظی های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ویروس چینی خواندن کرونا در ایجاد حس تنفر از چینی تبارها و آسیایی تبارها در آمریکا نقش داشته است. عربستان درخواست توافق طولانی مدت با ایران را دارد. وزیر خارجه سعودی در اظهار نظری تاکید کرد: معتقدیم منطقه شاهد ثبات نخواهد بود مگر اینکه به دقدقه های کشورهای منطقه پرداخته شود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی در گفتگویی با العربیه در مورد ایران ادعاهایی را تکرار کرد و مدعی شد صبات در منطقه بدون رسیدگی به دقدقه های کشورهای منطقه و از بین بردن نگرانی هایشان نسبت به رفتارهای ایران میسر نخواهد شد وزیر خارجه سعودی با اشاره به افزایش سطح غنیسازی ایران گفت این مهم است که جامعه بین المللی به یک توافق طولانی مدت و قویتر برسد همچنین باید به مسئله موشک های بالستیک و دخالت های منطقی پرداخته شود. وزیر خارجه سعودی ادامه داد راه حلی هم بهتر از حضور خود کشورهای منطقه که به طور مستقیم از این تهدیدها متأثرند بر سر میز مذاکرات نیست. فیصل بن فرهان در بخش دیگری از سخنانش درباره تنش‌های موجود در فلسطین هم قیافه حق به جانب گرفت و در حالی که ریاض حمایت‌های پنهان و آشکار از رژیم صهیونیستی دارد گفت ریاض بر حق تأسیس دولت فلسطین در مرزهای 1967 که قدس شرقی پایتخت آن است تاکید دارد و موضع ریاض در چارچوب ابتکار عربی برای صلح دائم کاملا مشخص است بدون حل و فصل کامل اختلافات بین اسرائیل و فلسطین برقراری ثبات ممکن نیست شاهزاده فیصل درباره یمن هم مدعی شد ابتکار سعودی برای صلح به دلیل مخالفت حوثی متوقف شده است ما به راه سیاسی برای بحران یمن پایبندیم امیدواریم که حوثی منافع یمن را به منافع دیگر طرف های منطقه ای ترجیح دهد و اینک توپ در زمین حوثی وزیر امور خارجه سعودی درباره اظهارات جنجالی وزیر امور خارجه لبنان آن را غیردیپلماتیک دیپلماتیک و نژادپرستانه خواند. شربل وهبه وزیر امور خارجه لبنان در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود کشورهای حاشیه خلیج فارس گروه تروریستی داعش را به وجود آوردند او در گفتگو با شبکه الحره و در پاسخ به سوالی درباره سلاح حزب الله گفته بود به آنچه در غزه رخ میدهد نگاه کنید آیا امکان ندارد شبیه آن در لبنان هم رخ دهد و اکنون سلاح حزب الله برای دشمن سیونیستی بازدارنده است وی با بیان اینکه فرانسویها درباره سلاح حزب الله چیزی نگفته اند افزود هنگامی که اسرائیل عراضی لبنان را اشغال کرد نیروهای حزب الله برای دفاع از حاکمیت و موجودیت لبنان به سلاح مجهز شدند و امروز هم این سلاح جنبه بازدارندگی دارد و گفت در مرحله دوم تهدیدهای لبنان داعشی های آمدند که کشورهای دوست و برادر محبت کردند و آن را برای ما به ارمغان آوردند و آن را در مناطق نینوا، انبار و تدمر گسترش دادند. آمریکا باز هم اقدام به تحریم کرد شبکه خبری بلومبرگ به نقل از تیموسی لندرکینگ نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور یمن گزارش داد آمریکا دو فرمانده حوثی های یمن را تحریم کرده است بلومبرگ به نقل از اظهارات روز پنجشنبه شنبه این مقام آمریکایی مدعی شد این دو فرمانده یمنی هدایت حملات در استان نفتخیز معاریب در یمن را بر عهده داشتند بلومبرگ افزود لندر کینگ از ارائه جزئیات بیشتر درباره مجازات تحریم ها علیه محمد عبدالکریم القماری رئیس ستاد ارتش یمن و یوسف المدنی فرمانده منطقه نظامی متشکل از شهر بندری هدیده کانون درگیری ها خودداری کرد معاریب از طریق یک خط لوله نفتی به هدیده متصل می شود. لندرکینگ از همه گروه های درگیری برای آتش بس دعوت کرد و گفت آمریکا از بازگشایی همه بنادر و فرودگاهها در یمن برای فعالیت های تجاری و کمک های انسان دوستانه حمایت می کند. تحریم جدید آمریکا علیه این دو مقام حزب الله در حالی اعلام شده که الیزابت وارن و 15 نفر از سناتورهای دموکرات آمریکایی از بایدن خواستند از ابزار دیپلماتیک از جمله کاهش فروش سلاح به عربستان و توقف همکاری نظامی برای پایان دادن به محاصره عربستان در یمن استفاده کند. عربستان در تشدید در رنج ناشی از فقدان کمکهای های انسان دوستانه در یمن مقصر شناخته می شود. لندر کینگ همچنین گفت مذاکراتی که با میانجیگری بغداد بین عربستان و ایران انجام می شود بالقوه نقش سازنده ای دارد که می تواند تنشها در منطقه را کاهش داده و بر یمن تاثیرات مثبتی داشته باشد ممنون که تا پایان خبرها همراه ما بودید لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و کانال اتاق خبر را سابسکرایب کنید روز بخیر و خدا نگهدار